مرو که خوش کرده از ریشه حقیقت مرو منی که ساده به نشانی و نشانه بودم منی که بارس زمینم و زمانه بودم کنون و نام من که خسم و خون و دون جاری است بخوان مرا به اسم کوچکم که انتهایی است ای سرزمین راستان من ای باور سخت و آسان من ای سرزمین راستان من ای باور سخت و آسان من نام تو را کس بخاطر نداشت نام تو را کس بخاطر نداشت یادت بخیر ای خراسان من یادت بخیر ای خراسان من درود بر شما عزیزان، باز هم امیدوار هستم که صحت کامل داشته باشین و با عزیزانتون پرسرور باشید. کاری هستم در خدمت شما. چند روز برنامه نداشتم، مسافر بودم و شرایط آماده نبود که برای شما عزیزان برنامه ایجاد کنم. به هر صورت دوستان عزیزان، باز هم خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. دوستانی که درود فرستادن از ما را هم بپذیرم. آقای یکتوهی عزیز، پیام سفر. خب دوستان عزیز، قبل از اینکه ما بریم روی برنامه، محتوای برنامه امروز بیشتر روی این هست که زبان فارسی را زبان خارجی خواندن یک بار دیگر در کشور و بیرون از کشور غوغا برپا کردن و نمیدانم که هر چند سال این کارها را یا به این کارها در زدن چرا دولت هیچ وقت چی در گذشته و چی در حال اقدام درست نکردن و گذاشتن و این اشخاصی که این کارها را کردن چرا دولت هزینه ها پشتیبانی میکنن. این حرف ها از زمان محمود طرزی آغاز و تا امروز روز ادامه دارن و تمام انرژی شان را مصرف این میکنن که چطور بتوانن زبان فارسی را حذف کنن و به نسل جدید آموزش دهن که زبانشان چیزی دیگه هست و این زبان زبان خارجی است، این زبان زبان ایرانی است، این زبان نمیفهمم
از بیرون آمده و نسل جوان چون مطالعه نداره و نمیفهمه و نمیدانه و عقده‌ای بار آمده در داخل کشور، اکثریتش هم میگم که کمتر توجه میکنند به این کار و کمتر در این را مبارزه میکنند. مبارزه که همه ما و شما میکنیم به خاطر بهبودی و نگهداری تاریخ کهن ما، نگهداری زبان حاصل و بومی ما هست و هی یک وظیفه است. این یک وظیفه است که در طول عمر خود هر انسان باید انجام بدهد. ولی متاسفانه یک در دوستان ما در خارج از کشور همیشه اون یک کلمه رو مثل که ملاها آموختن میگن کافر هست و ملحد هست، در اینجا هم یک در نظر به عدم دانش و تعقیب برنامه های سیاسی دولت اون کلمه رو یاد گرفتن که تعصب دارن، در حالی که موضوعی این هست که ما باید این زبان پاسداری کنیم، این زبان نگهداری کنیم و نگذاریم که این زبان در کشور ما حزبین بره. البته بارها گفتیم که نمیتوانن این زبان حزبین ببرن، ولی فقط این هست که یک نسل را، نسل عدم معلومات و توجه اینها تربیت میکنن. در گذشته هم گفتم که در دو سه برنامه قبل که میلان کندرا یکی از نویسنده های مشهور چک سلواکیا هست که ایشان بعدا در فرانسه تعبید میشه و در آنجا میمانه، بعد کتابهایش به زبان فرانسوی هم نوشته میکنه، اون میگه که نخستین گام برای از بین بردن یک ملت پاک کردن حافظه آن است. خب نگاه کنید دوستان عزیز، نخستین گام برای از بین بردن یک ملت پاک کردن حافظه آن است. کتابهایش، فرهنگش و تاریخش را از میان برد، بعد باید کسی را واداشت که کتاب تازه‌ای بنویسد. تاریخ تازه‌ای را اختراع و آنچی بوده را جعل کنند. کوتا زمان ملت فرهنگش آنچی بوده را فراموش می کند. دنیای اطرافش نیز همه چیز را حتی با سرعت بیشتر فراموش میکنند. اینها همین کار را میکنند. خب منظورشان اینجا که فراموش میکنند تا 10 سال، 20 سال، 30 سال، مثل که حال ما میبینیم در 50-60 سال اخیر یا 70 سال اخیر بسیاری از ولایت افغانستانی امروزی فراموش کردن که فرهنگشان چی بوده، زبانشان چی بوده است. و هرچی برای اینا به گفته استاد سخن دلیل بیاری بازم میگن نه، اسناد ارائه کنی بازم، چون اینها به گفته همین نویسنده میلان کندرا در اینا تاریخ تازه داده شده، تاریخشان رو فراموش کردن، اصلیتشان رو فراموش کردن. و این بزرگترین ظلم هست که در حق یک ملت صورت میگیرن. امیدوار هستم کسانی که در هر گوشه دنیا هستن باید به این توجه کنن و نگذارن. خیلی کمتر از دیگر تباران میبینیم که علل خصوص تبار آقای رانی و کرزایی که ما یادآور میشم، اینها در چنین مواقع بیاین و دفاع کنن و چی در پارلمان افغانستان است، چی در خارج از کشور است، خاموش ننشینن، اصلا صدایشان رو بیرون نمی کنن، اصلا به خاطر زبانشان که خودشان در این زبان تحصیل کردن، آموختن، دکترا گرفتن، ماستری گرفتن، امروز به شهرهای بزرگ دنیا صاحب کار هستن، صدایشان را بلند نمی کنن به خاطر که وجدانشان خراب شده، در حالی که به این زبان زیبای
فارسی یا فارهی یا فارسی دری اینها در دانشگاه کابل تحصیل کردن، ولی امروز میآیند در خارج. از برکت همین زبان بهترین شغلها را گرفتن، ولی یک روز نمیشه که بیاین از این زبان اینا دفاع کنید. اینجا ما متوجه میشیم که وقتی میگیم تعصب، اینجا تعصب مشخص میشه. و که بارها و بارها گفتیم که ما در تعرض نیستیم، در دفاع هستیم. بعضی دوستان میگن چرا این موضوعات یادآور میشن؟ این موضوعات به خاطر یادآور میشیم که بدانه مردم، نسل جوان بدانه، مردمی که در خارج از کشور فکر میکنن که اگر یک پیراهن تنبانه به جهانت کردی و یک لنگی به سر کردی دیگه تو از این کشور خدا افتخارات برد نصیب شدی که من افغان هستم، من افغان هستم. نه، بیشتر بفهمید، بیشتر بدانید راجی به تاریخ، راجی به فرهنگ، راجی به گذشتگان، راجی به زبان، راجی به توانمندی زبان. باید یک اندازه جستجو کرد که چی را آدم زبان میگه، زبان شامل چی نقطه هایی میباشد. زبان شناسان برای هر زبان یک فرمولی دارن و زبان شناسان اونها میگه که کدام زبان ما میتوانیم زبان خطاب کنیم. در غیر آن زبانهای محلی یا مادری که میگن در هر گوشه و کنار دنیا شاید به هزارها زبان موجود باشه، یعنی سخن گفته شده، ولی زبان به شکل قانونی شبنیست یک زبان باشه که او داخل فرمول و یا مشخصاتی که زبان شناسا برای یک فرمول درست کردن نیستن. حتی ما اسنادی داریم که در کنفرانس برلین اینا چند زبان آمدن گفتن که ما میتوانیم در سال 1832 بود و شاید هم 1932 دقیق همین لحظه بیادم نیست تاریخش، ولی میفهمم یا 1832 بود یا 1932. چهار زبان گفتن که زبان شناسا در کنفرانس گفتن که چهار زبان فعلا اینها موفق شدن که زبان بگن. یکی سانسکریت بود، یکی لاتین بود، یکی فارسی بود و یک زبان دیگه هم که انگلیسی، زبان انگلیسی، زبان فارسی، زبان سانسکریت و زبان لاتین. این شما هم میتوانید در اسناد ببینید و همچنان اگر بتوانید در نوشته های شاعر فارسی زبان ناصر انقطاع هم شما هیرا میتوانید مطالعه کنید. ولی خب چرا من امروزی برنامه رو روی زبان گرفتم؟ این بار اول نیست، این سالها هست که این کارها رو میکنم. ولی جوانانی که حتی شنبه شب ما در یک مجلسی بودم، چند تا جوانهای خیلی خب گناهشان هم نیست، در این امریکا مصروف کاروبار هستن، فقط همین یاد گرفتن مثل ملاها و بچه ملاها که یادم کافر هست. اینا هم تا یک حرف میشه میگه خب این تفرقه هست و فلان، این در حالی که چون معلومات نداره، گناه بیچاره ها نیست، اون کسانی که نمیفهمند گناهشان نیست. ولی ما که با گاهگاهی برنامه اجرا میکنم، یکی از دوستا روی برنامه ها صحبت میکردیم، در تمام کشورها برنامه های مختلف هست، چون نیاز هست، چون جامعه نیاز داره و انسان ها میخوان در هر گوشه. کسی به برنامه های سانس نگاه میکنه، کسی برنامه های اجتماعی رو نگاه میکنه، کسی اخبار رو تحقیق میکنه، کسی مسائل حقوقی رو، برنامه های مختلف از موضوعات خانوادگی هست. پس نمیشه که همه بیاییم تحلیلگر سیاسی شدیم. مشکل ما امروز در مسائل تحلیل سیاسی حل نمیشه. تحلیل سیاسی برای آموزش ما خوب است تا از اوضاع خبر شیم، ولی امروز داخل افغانستان، این روزی ما و در جهان
بسیاری فلسفه ها رو نمیذارن ازش استفاده شود، چون مشکل روی چیزی دیگری هست. استعمار و استثمار چیزی دیگری رو ایجاد کرده. ولی برای دانش ما که راجع به حقوق بدانیم، راجع به مسائل سیاسی بدانیم، تحلیلگرای سیاسی رو بشنویم، خیلی خوب است، آموزش است. ولی مشکل داخلی وطن ما رو حل نمیکنه. مشکل داخلی وطن ما مبارزه شکل دیگری میخواد. و اول از خوب است که هر کس برنامه خود و شکل خودش و اندازه دانش خودش ارائه کنه و مردم به او گوش کنن. اجازه بدین که من تصمیم داشتم که خب براتون میخوانم. یکی اول برنامه را باید از اینجا شروع میکردم که یک شعری از حافظ خدمت شما به خوانش بگیرم. نه هر کی چهره برافروخت دلبری داند، نه هر کی آینه سازد سکندری داند، نه هر کی طرف کلک حج نهاد و تان نشست لاداری و آیین سروری داند. تو بندگی چو گدایان و شرط مزد مکان، که دوست خود روش بنده پروری داند. غلام همت آن ران رند عافیت سوزم، که در گدا صفتی کمیاگری داند. وفا و عهد نکو باش از بیاموزی، وگرنه هر کی تو بینی ستمگری داند. بباختم دل دیوانه و ندانستم، که آدمی بچه شیو پروری داند. هزار نقطه باری تر زمو اینجاست، هزار بار نقطه باری تر زمو اینجاست. نه هر کی سر بتراشد قلندری داند. مدار نقطه بینش ز خال توست مرا، که قدر گوهر یک دانه جوهری داند. به قد و چهره آن کس که شاه خوبان شد، آن بگیرد اگر دادگستری داند. ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه، که لطف و طبع و سخن گفتن دری دارد. ببینید باز هم میره یادآور شدم که زبان یتا زبان حافظ که میگه سخن گفتن دری دارد، اینجا منظورش از همین فارسی دریست. نگفته که زبان دری داند، سخن گفتن. این بسیاری ها اشتباه ترجمه میکنن، شاید ما هم، ولی تا جایی که حق من قطع میده، وقتی که میگیم سخن، سخن منظورش حضی زبان نیست. منظورش از سخن گفتن دری داند یعنی فارسی گویش دری داره، به اون زبانی که حافظ شعر گفته و بزرگان دیگر که شعر دری فارسی گفتن، یا به اصطلاح بگویم همون دهاری یا درباری، یعنی به اون سخن بالا، یعنی سخن بگویم کسی میخواهم دانش زبان فارسی رو داشته باشه که سخن گفتن دری داند. ببینیم اینجا باز هم که سالها و سالها و صدها برنامه رو ما دیدیم که از چندین بزرگوار راجع به زبان از 4000 سال به این طرف اسناد آمده، ولی در پارلمان افغانستان چی میگن؟ گوش کنید. زبان افغانستان بلد نیستن و روی دوری ما ناشناسن. باید کسایی که این کار را کردن، مخصوص رئیس سبتی اول نخوزن، هر جاجه رئیسی به مجلس بخواهید و این معرفی بکنی بستان انوالی تا جنایت در برابر یک رویت بزرگ افغانستان صورت نگیرد. ملت بزرگ افغانستان کسایی که زبان فارسی را دوست دارن و میدارن یک اقلیت نیستن، اینا در برابر این جفا بیتفاوت نمیمانند. هر بیاخیلی را بیارد میکرم جناب رئیس در مجلس اینجا بود حالا را
مردم آمدن. هیچ کس هر کی زورگویی و کاکلی را ندارن، مدام برابر هر کسی که زورگویی داد میشه. سلامت باشه. افتخار دارد، شاعرهای جهانی دارد و اگر افغانستان چیزی بنام فرهنگ دارد و به آن افتخار میکنند، اما همندیشه در زبانی دارد که اسمش فارسی است. باید آنهایی که کور شدند ولی به نام خدای عدالت و آزادی با قصد جزت جناب رئیس و همکارای عزیز، جناب رئیس امروز در افغانستان تاریخی دارد، تمدن دارد، افتخار دارد، شاعرهای جهانی دارد و اگر افغانستان چیزی بنام فرهنگ دارد و به آن افتخار میکنند، اما همندیشه در زبانی دارد که اسمش فارسی است. باید آنهایی که کور شدند و یا خود را در جهل عارفانه زدند بدانند که زبان فارسی زبان تاجیکها در افغانستان نه، بل زبان تمدن و تاریخ کهن این جغرافیا است. اگر دامن زدن به این مسائل از دید شخصی و یا اشخاص نشأت کرده باشد، خوب است که به قانون مراجعه شود و به جرم نطاق‌اندازی به دادگاه معرفی شود. اگر چنین اقدام ریشه در تفکر دستگاه قدرت دارد، با این دید به فکر حذف زبان پهناور فارسی نه، بل ریشه خود را با تیزاب جهل اول میبرد. مخالف هیچ زبان نیستیم، ولی با آنهایی که بلد فکر کردن و میگویند به جای فرهنگ عرض و فرهنگ تقویت زبان بپردازند و بگذارند افغانستان به نام مولانای بزرگ همچنان شناخته شود. یکی از دلایل اصلی که در طی 6 سال حکومت وحدت ملی و حکومت فعلی نتوانست اجماعی ملی را دریابد، ایجاد شکاف‌های قومی و تیوری پارچه‌سازی درون قومی بود که نتیجهاش تقویت دشمن و برجسته شدن طالب در فریز مذاکره است. دوستان عزیز، یه هم صحبت میبخشین صحبت بعدی بود که در پارلمان افغانستان شما حتما این برنامه ها را دیدین و این هم برنامه بعدی که شما میخواییم که متوجه شین که وقتی ما این موضوعات را صحبت میکنیم، این موضوعات این نیست که تنها ما در برنامه روزمره خود روی سخن میگویم. برنامه هست که هر روز ما بایش دست و پنجه داریم نرم میکنیم و مجبور و مکلف هستیم و وظیفتا باید به هویت و به زبان یک جنایت بزرگ است. در شرایط ملی افغانستان سخت نیاز به وحدت و یکپارچگی دارد. هر کسی که سوءا و یا عمدا چنین اشتباهی را مرتکب شده باشد، اجلاس میکنند که نهادهای عدلی و قضایی هر چه زودتر در قسمت مجازات اشخاص و افرادی که چنین جنایت را کردن اقدام بکنند. دوستان عزیز، سخنران اول مجلس امروزی ما جناب عتیق صاحب در دفاع از هویت فارسی، دانسته ندانسته توهین به هویت ملت بزرگ ترک کرد. در اونجا واژه ترکستان را ترکستان خواند. در اونجا ترکستان یعنی جاری ترک شده، نه اینکه ترکستان جاری زیست ترکان باشد. امیدوار هستم از یک هویت که دفاع میکنیم و هویت دیگر توهین نکنیم. آگاهی که ما داریم احسانی مرکزی نه تنها فارسی را بلکه زبان امپراتورای ترک را، یعنی زبانهای ازبکی و ترکمنی را که افتخارات تاریخی را به افغانستان بیشتر از هر قوم بخشیده، نیز زبان خارجی خواندند. امیدوار هستم که اولوسی جرگه در این رابطه تصامیم جدی و لازمی را اتخاذ کنند. تشکر.
خب دوستان عزیز، شما دیدن که این در داخل پارلمان افغانستان امروزی هست که اعتراضات چقدر زیاد است، ولی در این پارلمان ما نمیبینیم که یک نفر از خیش قوم آقای غنی و کرزای بلند شد و بگه که یادم شما محکمه کنین، یه اشتباه کرده، اشتباه میکنه و نباید این زبان بومی و حسیلی این سرزمینه زبان خارجی خوانده. این چندین بار این کارها را کردم در طول تاریخ 80 سال اخیر. خب حالا میم از خود سوال کنیم، وجدانم که ما بگذاریم که اینها در این کارشان موفق شوند؟ آیا ما بگذاریم که این زبان نابود شود در کشور ما؟ یعنی زبان که نابود شد، تاریخش هم همراهش نابود میشه. این دوستان ما که در خارج از کشور نوشتن و هی فلانی تعصب داره، فلانی اینجا تعصب بیرون کی دارن؟ شما تعصب دارین یا طور مثال من بندن؟ چرا اعتراض نمیکنیم؟ یک نفر در ایران قاچاقبر میره و میمیره، هر کی را میشناختیم خودش پاره پاره کرد. ولی وقتی که توهین به زبانت میشه و طور زبانت خارجی میدانه، همان زبانی که بایش سواد آموختی، همان زبانی که حتی مسائل دینی را آموختی، همان زبانی که با او رفتی با ماستری گرفتی و پی‌اچ‌دی گرفتی و امروز آمدی در بعض نقاط خارج از کشور یا کشورهای دیگر صاحب حیثیت و آبرو و عزت شدید، چرا بلند نمیشید؟ چرا آن وظیفه تا انجام نمیدید؟ چرا دست به اعتراضات نمیذارید؟ سه ماه در برنامه ها تکرارم گفتم که تظاهرات را تیار کنین که علیه اتحادیه اروپا یا مقابل کنفرانس ژنوا. روز روز ما از کسی یک کلمه هم نشنیدیم که آیا این کار کنیم یا نکنیم، آیا ما حاضر هستیم؟ و امروز همین طور همه خاموش نشستن. باید دان سفارت های افغانستان امروزی تا اعتراضات صورت بگیرد. اگر خاموش باشیم که فایده نداره. اگر در صفحات مجازی روش صحبت میکنیم، خب فردا فراموش میکنیم، کاری صورت نمیگیره. مبارزه چنین نیست. شماهایی که در هر گوشه و کنار هستیم، بهترین اعتراض فعلا امین است که مقابل سفارت افغانستان امروزی در هر نقطه دنیا که از 5 نفر هستیم 10 نفر هستیم بریم و اعتراض کنیم. در غیر آن که همتر نابود شده میده. این وظیفه ما هست. باور کنین که همین دولت آخوندی ایران میخواست شهر شیراز، شهر پرسپولیس که میگن که اشتباهاً بسیاری ها فکر میکنن که می پارس یعنی پرسپولیس، زبان پرسپولیسی اشتباه، پایتخت هخامنشی ها در پرسپولیس بود و اونجا جایی هست که کورش بزرگ تمام آثارش موجود است. آخونده یک بار گفتن که اینها را اینا میخوان هزبند برن. تمام ایرانی ها در خارج و در داخل کشور بلند شد. امروز من دوستان دارم که هر کدامشان سالانه اینها به صدها میلیون دلار جمع‌آوری میکنن به خاطر نگهداری زبان فارسی. ولی ما که هر کاری اینا میکنن خاموش نشستیم. باید اعتراض عادی نیست، باید هم فعالیت های رشد زبان صورت بگیره، کلاس هایش آماده شود. حتی امروز ایرانی ها توانستند که در دانشگاه UCLA آمریکا شما اگر دو کلاس فارسی بگیرین او در جمع کردیت شما حساب میشه. از هر قسمتی که شما بخواید زبان فارسی رو بیاموزید.
مشهورترین دانشگاه کالیفرنیا UCLA است و ایرانی ها آنقدر اینا رو کوشش کردن که جزء درسشان بیارن و کردیت بکن که مردم زبان فارسی رو بیاموزن. ولی ما خاموش نمیشیم، $2 رو خود داری رو خرش نمیکنیم. و هر صورت عزیزان، بازم یک خانمی که در پارلمان صحبت کرد، زبان همین جغرافیا هست، زبانی که در طول تمدن خدمت کرده و آثاری هست خود بجا گذاشته و افغانستان امروزی یا خراسان قدیم، تاجیکستان، ایران، قسمت از پاکستان و حتی هندوستان، فعلا قسمت از شام، عراق به می زبان تکلم میکردن. حتی شما دیدین چند روز قبل که در داغستان در قریهی اونجا کسانی که رفتن هم تو مثل امروز که ما کوچ کردیم و رفتیم در یک جایی دیگه جا بزن شدیم، اونا هم زبانشون تا حال زبان فارسی است. و هر صورت میریم به این برنامه که شما هم دوست داریم، حتما و حتما با هم این برنامه رو میبینیم که هم از خانم هیلا صدیقی یا هیلا صدیقی هست با یه خانم تاجیکستانی. قلبم دیمید از همه این مکر
روزگار بزارم از شنیدن فریاد جنگ ها. چیزی که نیست از خودم از دیگران مگیرید که آن همه تطبولی تیمور لنگ ها. رخسار لالرنگ خودت را نگاه کن، دیگر چی لازم است به این آب و رنگ ها؟ هر جا که هست آبوی اندیشه رها، هر جا که هست دامه شعر و پلنگ ها. در دست ها و جای گل و یک بدن کتاب دیدم برای تیغ و کمان و تفنگ ها. دیگر بس است از هم و از یست ها مگو، از گل دیگو پیامبری پس چند ها. دوستان عزیز، همه ما و شما با چهره قشنگ و زیبا و آواز دلنشین خانم هلا صدیقی آشنایی داریم. ایشان یک عمر در ایران وقتی بودن مبارزه کردن و در این اواخر ایشان به اروپا آمدن. وقتی که به اروپا هم آمدن ایشان باعث بزید که رسام خیلی لایق هستن و همچنان فیلمساز هستن، ولی ببینیم که این زبان شیرین پارسی را پیشه گرفتن و میخوان خدمت کنن. پارسی زبانان تاجیکستان را دعوت میکنن، پارسی زبانان افغانستانی ما را دعوت میکنن و یک برنامه خیلی که بیشتر آقای شاعر جوان آقای سیرت در اوجه سیر تشریف دارد و چندین برنامه با ایشان اجرا کردن. یعنی شما ببینیم که شاید اگر پرسان کنیم که خانم هلا صدیقی شاید لور باشن، شاید گیلان باشن، شاید بختیاری باشن، شاید آذری باشن، شاید هم مازندرانی باشن، شاید هم از بلوچ باشن و دیگر تبارهایی که در ایران زندگی میکنن، شاید هم ارمنی باشن، ولی ببینیم قدر زبان فارسی چقدر این خانم میدانن. یعنی وظیفیش هنجام میده برای پاسداری از زبان اصیل و فرهنگ بومی که در اون تحصیل کرده، آموخته، خودش شناخته. ماها هم باید این کار کنیم، چون ایران به این مشکلاتی که ما داریم در قسمت زبان نیست. خب نگذاشتن، اگر میگذاشتن این آخوندها
اینا هم زبانشان بیشتر به عربی میساخت، ولی همین آخونده هم متوجه شدن که کوشش دارن در قسمت زبان فارسی و کتاب اینا بیشتر از زبان شاه خدمت کردن. یعنی اینا هیچ وقت علیه زبان فارسی قد علم نکردن، مثل که در کشور ما آقای کرزی و غنی خاموش می‌نشینند. نوروز باستانی ما را آرام می‌خوانند ولی ما خاموش می‌نشینیم. سه هزار و پانصد سال یا بیشتر قدامت داره فرهنگ اصیل بومی ما هست و به این شکل از افسین ما را به افمیوه آوردن. از نوروز ما آره فعلا آرام است، جشن صدر از بین بردن، جشن مهرگان از بین بردن، جشن نوروز رو با جشن دهقان مبدل کردن. خب ببینین این جنایت نیست مگر چی هست؟ این خیانت نیست مگر چی هست؟ حتی همون دولت هایی که اینقدر فاشیزم در آن رشد نکرده بود، همونا هم جنایت کردن، خیانت کردن. هر کدامشان در درجه مختلف در وقت و زمانشان خواستن ما را از فرهنگ ما دور بسازن، تا اینکه حالا فعلا حتی ما را میگن که زبان خارجی. دوستان عزیزم، کسانی که علاقه برنامه داشتن، یکی از دوستا خواستن که آقای مهرزاد میخواستن در برنامه بیار، من روی صفحه از طریق کامپیوترتان میتونیم به این وبسایت، به این لینکی که روان کردیم شامل شوین و شاید بتانم شما رو روی برنامه بیارم. دوستانی که علاقه دارم بله، اجازه بدین که امروز جامعه ما با کمال تأسف ظلمی که در حق زبان میشه، حتی در حق میخواین فرهنگ هایی را داخل کشور رشد بدن توسط امین حکومت ناکار آمده دو دوره اخیر، اینا از هر شکل که باشه اینا میخواین که صدمهشون رو وارد کنن. شما خوب توجه کنین که اینا چی فرهنگی رو در داخل کشور ما میارن. دوستان عزیز، بیشتر گفتم که کوتاه زمان نیاز است که مردم فرهنگ اصلیشان را از بین ببرن. امروز اینا موسیقی دنبوری که شما میبینین، هیچ کسی پیدا نمیشه که اینا را ترور کنه، بزنه، بکشه، از بین ببره و اینها را مانع این کارها شود، به خاطری که دولت فاشیستی میخواه همه چیزها در جامعه بیشتر رونق پیدا کنند تا نسل جوان به شکل از اشکال صدمه ببینند و بی فرهنگ باقی بمانند. وقتی که بزرگ میشه او فکر میکنه که امی دنبوره موسیقیش است و این بچه بازی هم پیشه شد.
یعنی دولت از هر گونه گزینه استفاده می کنند. طور مثال خدمت شما میگم آنها جوانان و آدم هایی که اهل فرهنگ نیستن آنها را به این شکل آغشته می سازد. آنهایی که در دولت هستند و داد از فرهنگ می زنند و داد اونا را به شکلی از اشکال دیگه خریداری می کنند. اگر هم نشد ترورشان می کنند. قراره که ما دیدیم در چند روز اخیر، در 6 ماه اخیر 114 نفر از کارمندان دولت ترور می شوند. هر کسی که در اونجا سر بلند کنند از طرف استخبارات این دو حکومت آقای غنی کرزی باید از پس بین بره. به این لحاظ ما و شما همه وظیفه داریم در این قسمت که باید ایستادگی کنیم و نقص کنیم. امروز دوستان عزیز میتونین اعتراضات کنند در مقابل سفارتخانه‌های افغانستان تجمع کنیم، ولی بازم یادآور میشم به خاطر یک موضوعی که در ایران صورت گرفت تمام کشورها که هموطنان ما زندگی میکردن رفتن و اعتراض کردن، ولی اینجا که تو را نابود میکنه، زیربنای تو را نابود میکنه، اصلیت تو را گم میکنه، فرهنگ تو را نابود میکنه، زیبایی های فرهنگ تو را به دنبوره تبدیل میکنن، این جسو خاموش نشسته. حتی خبرنگاری که روزانه در ویرجینیای واشنگتن و میره با گزارش خبر هست، موضوعات مهم کسی برای ما و شما آماده میکنه، میره با یک زنی که فحش میگه 24 ساعت زبانش زبان فحش است با او مصاحبه میکنه که این کار اشتباه هست. همین کار است که میخواه شما را به این چیزها پول میتن و پول شاید بگیرن که با این چیزها شما مشغول باشین، با این چیزها شما مصروف باشین. برنامه های ما که اینقدر من کوشش دارم و خاطر این هست که اون نقطه های درست و اون نقطه های هست را باید توش صحبت کرد، از او باید دفاع کرد و ما همیشه در دفاع هستیم. همه ایتون باید در دفاع باشیم، نقص داریم، از هر قوم و تبار هستیم، ولی زبان ما حتی در سال 1994 تحت سازمان ملل، یعنی کتاب رکینا ریسرچ کردن آماده کردن هست تمام افغانستان امروزی، در آنجا نشان میده که 95% مردم به زبان فارسی تکلم میکنن. ولی شما میبینید که در دو دوره کرزت اینا چی کردن و این آقای غنی خاموش نشسته و هیچ کاری نمیکنن، در حالی که قانونی باید هر چی زودتر یادم محکمه شود. یک صاحب منصب ما، یک نفر اردوی ما که اگر بخواید خدمت کند او زود محکمه میشه، زندان میره و از اردوی افغانستان اینها دلقت جور کردن. میبخشیم که برای شما چیز دیگه رو میخواستم که نشان بدم. خب شما نگاه کنید دوستان عزیز، این از اردوی یا ارتش افغانستان امروزی. مگر شما در طول تاریخ آیا همچی چیزی دیدیم؟
صاحب منصب، چی از پلیس، چی از ارتش، لنگی زر سر میکنن. شما ببینید که اینا حتی احترام به یونیفرم ارتش ندارن، به قانون قوانین ارتش ندارن. اینا همش این کارهایی که میکنن فیلم های هست، اینا بازی میکنن تا همه را مصروف نگه دارن و کارهایشان انجام بده. ارتش افغانستان با لنگی زرد برفای این آقا خوب توجه کنیم. خب میگه ما کل افغانستان رو جور کردیم. خب دوستان عزیز، اگرچه وقت برنامه چند دقیقه بیشتر نمونده، خواستم که یک یادآور شوم و همین موضوعاتی که امروز مطرح بود در پارلمان افغانستان در این یکی دو روز و همچنان خواندن زبان خارجی به زبان فارسی، اینقدر توهین به زبان اصیل بومی مردم ما، آنقدر به احترامی با ما مجبور شدیم که برنامه رو من امروز سر همین موضوع بگیرم. دوستان عزیز، اگرچه باز هم من مسافرت پیش روی دارم و کوشش دارم که از این مسافرتی که میرم اگر اینترنت قوی باشه برای شما برنامه های را اجرا کنم و شاید برنامه ها شاید افتی یک روز دو روز بیشتر نباشد، نظر به سفری که پیش روی دارم برای مدت 3 هفته، ولی کوشش میکنم که از کشوری که میرم برای شما برنامه اجرا کنم. دوستان عزیز، از کسانی که در برنامه اشتراک کردن یک جهان سپاسگزاری میکنم. امیدوار هستم که حرفای مرا شکل صحیح و درستش برداشت کرده باشیم که انشاءالله کردیم. هر کدام شما وظیفه داریم، هر کدام دوست شما وظیفه داره، از هر تباری که هستیم نباید گذاشت که زبان فارسی در ما این صدمه ببینه و این دولت های ناکارآمد همچون کار کنه. حتی کسانی که در داخل مجلس مشاور
خانم اول هستن، مشاور آقای کرزایی هستن، مشاور آقای بنی هستن، اینا همشان به این زبان تحصیل کردن، به این زبان صحبت میکنن و اینها هم خاموش هستن. اینا هم صدایشان بلند نمی کنن. چرا در اینجا صدایتان بلند نمی کنید؟ چون به خاطر که شما با پالیسی دولت همگام هستین. کسانی را ما در داخل همه حکومت میشناسیم که یک کلمه پشتو بلد نیستن، یک روزم درس پشتو نخواندن، یک روزم درس دیگری نخواندن و به زبان فارسی تکلم میکنن و نوشته میکنن. ولی وقتی همچی موضوع میشه خاموش نیستن. ولی اگر یک موضوع دیگه شما با سر صدا میکنن که شما قوم پرست هستین، شما دولت تخریب میکنین، شما چنین، چرا در اینجا صدایت بلند نمیکنید؟ به خاطر که منافعی دارید. دوستان عزیز، از آقای عثمان عثمانی پیام سفر، عبدالمتین خراسانی، آقای یادگاری عزیز، نادر اولیاخیل، الهاج کوهشا پروانی، حاجی محمد سمی، حبیب میهنیار، درود بر شما. خیلی وقت هم هست که از شما خبر نداریم. آقای فیروز احمدی، آقای محمود منجمزاده، گزارشگر و ژورنالیست خوب ما از اروپا، محمد علی، حنیف محب، زفر شمس، خلیل امین، عبدالغفاری، آقای یادگاری عزیز، پارسی فخری نیاکان من است، پارسی هویت و عام من است، بله بله، آقای انجینر احمد مهرزاد، تیمور سعید، من لینک برنامه رو فرستادم. متاسفانه دیگه اگر قبلا دوستان هم آهنگ کنن که ما مستقیم به ایمیلشان بفرستم، میتونم که روی از اون لینک کنن و من میتونم اینجا داشته باشم. شون آقای حبیبی، حفیظالله حبیبی، آقای فریبا بارکزای، جدیل احمد خراسانی، درود بر شما، انجینر رشمت مهزاد، تیمور سعید، محمد یوسف، امامین شریفی، محمود صابری، عبدالراشد میرزا، روحلا حمید، آقای افراتور دریا، اگر اشتباه نکنم حسن کوهستانی، بسیر سخیزاده، تیمور هاشمزاده، سلارزای، آقای دوست، سرور خراسانی، نجیب و داهاسیفی، سعید علی عباسی، رازق قاری، خانم جمیله فضل، همکار تلویزیون خراسان، نعیم وطیجی، دوست عزیز، سابق همیشان همکار بودم در تلویزیون خراسان، شیر همراز، سلام و درود آقای وطیجی عزیز، نشتم کردم که یک پیام در کار است واقعا. در این قسمت یک قیام در کار است. کسانی که در هر نقطه هستند باید و علاوه خصوص آنهایی که انجمن دارن و مبارزه میخوان کنن، این بهترین وقتش است. آقای سلطانی، تاج مزاری، بحث کوشان کوشانی، آقای خراسانی دوباره، سعید اکرم، ماهر، منان رزموال، آقای رستمی عزیز، درود بر شما، خانم تایرن نصرتی، درود بر شما، نجیب واصل، آقای فرید امین، پیام داشتن انشاءالله شکر میکنیم ازشون، کامران عیار، راهله حفشایی، احسان، آقای احسان قیاد یا قیاد قایق میبخشیم. خب آقای رضا، آقای یوسفی، امان تیموری، نام خدا، حاجی حنیف، بیداد نام خدا، خیلی زیاد است، نعیم احمدی، برهان باری،
عتیق الله امانی، حامد خلیلی، آقای فدایی. خب دوستان عزیز، به خاطر اینکه من شده باشد که دوستان فکر نکنن که ما بایدشان نیستیم، گاهگاه اسمایشان هم میخوانیم، کسایی که پیام میفرستن، ولی چون تعداد زیاد میباشه نمیتونم که اگه دیشان وقت برنامه رو میگیره، ولی به این دلیل اسما رو میخوانم که هم یک تشکری باشه و هم یک درودی بر شما فرستاده باشم و هم یک تشویق باشه و این هم نشان دهنده حمایت شما هست. به اون لحاظ باز هم برمیگردیم به مؤخرین حرف ما که کوشش کنیم در مقابل نگهداری فرهنگ بومی و اصیلتان و زبانتان و جشنهایتان و استراحایتان کوتاهی نکنیم، سخت ایستاد شویم. شما در این قسمت مسئولیت داریم و باید این کار صورت بگیره تا این دولت بدانه که مردمش همان طوری که در ایران مردم ایستاد شد در قسمت در شهر شیراز نگذاشتن که اون آثار تاریخی کوروش بزرگ از بین بره، شما هم ایستادگی کنیم و دولت میفهمد که این کار نمیتونه کردن. فاشیزم میفهمد وقتی دو نفرش شما سرنگون بسازین با چکش با فرقشان بزنین، اینا میفهمن که دیگه نباید این کار کنن. اینها سالها هست همین بازی و میفری و را مندازن و این هر 10 سال نسلی که 5 ساله است 15 ساله میشه طرز تفکرش و دیدگاهش تغییر میکنن. طبعا نیمه ملا میسازن، نیمه تروریست میسازن، نیمه انتحاری میسازن، نیمه زبانش ازش میگیره، نیمه فرهنگ ازش میگیره، به این شکل نیمه را در رقص دنبوره مشغول میسازن، در بچه بازی و بچه رقصانی. هیچ جز فرهنگی جامعه آیستا آیستا خواهد شد. دیدیم که هر کس 50 سال بعد خوشحال خواهد باشه که پسرش بازینگر شد. نگذاریم دوستان عزیز، از توجه شما به برنامه امروز جهان سپاس میکنم. هر جا هستین پرسرور باشید تا برنامه بعدی. خداوند یار و ملک باشید.